اسمش حسن تفریزیه، روزی نیست مسافر را ازش شکایت نکنن، عاقبت یک کاری دستمون میدیم. همه ازت شکایت کرد، تو دیگه جنگ شده رو بردی. آقا من چه گناه کردم؟ سلیمان خان تو به اسمو چیکار کرده؟ همش آواز تصدیق میکنی، مواظب کارت نیستی. چون اصلا دیسیدی سرت نمیشه مگه خوندنم بره؟ تا کجا باشی؟ اگر تو بری توی اداره خب از دفتردان چیز بپرسی خب اینا نبازی جواب اصلاحی بهت بگه برون برون زنا کلی که خوشت میاد. خب نه؟ چرا؟ واسه اینکه این تصمیم دیگه قدیمی شده. صحیح، پس اون که قدیمی نشده کدومه؟ آه، خیلی هست. مثلا دلبره محصه کره گردن کل افته هم عید اومد من بی پولم به این چه گفته؟ بسه، اگه دلت میخواد بخونی برو تو همون بخون. ما آقا جون خرمون از کرگی جون ندار، بیزی مزد تو برو گورتو گم کن. خوش اومدی. پس بیرونم میکنید ها؟ لایه
یعنی من برم؟ نه خیلی بفرما بشه رو میز آقای مکی. باشه آقا خدا حافظ. از برات دامن کشان رفتم اینا مهربان، از من آزرد دل شیده گرد یا می نشان، رفتم که رفتم اینا رو که می بینی ماسک حاجی جباره، هرچی خریدار بشه معلومه که پول داره، یکی از اینا بخواد پولش نزول برداره، چون که خود حاجی هم حجش توی بازاره. ببینید بچه ها جون کی آوردم براتون. همکی آخه این مسافرت شما به پاریس خیلی بی‌موقعه، میخواستم آخر این بود عروسی کنی. ای چه خوش سلیقه، خیلی سلسله تنده. آقا میخواد عروسی کنه، بفرمایید دختر زیاده. پس گوی بده فراموشم نکنی، اقلا برام نامه بنویس. میبینی که چقدر دوست دارم. بیا من گویی که زیاد بهش علاقه داری. اوه یه دنیا خوشحال شدم. کجا بود؟ اینجا قیم کرده بودم، حالا میذاری که یک میسنی منو چه؟ یه چیزی بهت بگم بعد از این ها؟ نه، چه بدی جانم؟ چه میخواد بگی؟ بگی هیچی، باشه بس چیم من سوزی؟ گوش کن من سوزی، درسته که تو پسر امنی منی، ولی آخه چه فایده داره که محبت یک طرفه باشی؟ حقیقتش اینه که من تو رو دوست ندارم. همه باز شروع کردی؟ قلبت هم همین حرف رو میزنی؟ آره من از زبون دلم صحبت میکنم. بسه نمیخوام این حرفای پوچو بشنوم، بعد از مراجعه با هم عروسی میکنی. بسیدی عروسی کسی سیابون خلبته نتسوسی. اوه بسیدی تو مانی مدر پیش از مسافرت یادگاری خوبی بهم ارائه دادی؟ میخواستی اختیار خودتو داشته باشی، بگیر برو بده به کسی که مثل خودت بلحوثه. قلبمو مجروح کردی هما جان، مجروح. سلام. سلام حسن، تو یه دیگه چیه؟ مگه دیگه روی پولیس کار نمی کنی؟ نه بیگونم کردم، حالا اینا رو میسازم و میفروشم. خودت میسازی؟ ایبا حاجی جباری چقدر هم قشنگه، راستی ما رو خودت میسازی؟ آره شبا میسازم و روزم میفروشم. تو همه فن حریفی، تا فرقاشم هستی؟ شاید اینه چنده؟ میخواد؟ قابلی نداره، یکیشو از من یادگاری داشته باشی. منزل شما همینجا هست؟ بله. آخه اینجا خوب نشد، متشکرم. خدا بسنیم برای تو چه فرقی نمی کنه که یک تو علق لط باشه که یک پسر بچه میلیونه. سالم بودا، خدا بیامرز خوب مدیدی، خدا بیامرزه کرد. آره خدا بیامرزه، خدا بیامرزه.
خواستم تو رو ببینم برای دیدن تو هم دیدیم هیچ راه دیگه ای نداشتم. به من کار داشتی؟ آره یه کار خیلی مهم ببینم. من که بلد نیستم مثل یه جوری صحبت کنم. آخه ولی نمیدونم چه جوری بگم. میترسم یه چیزایی بگم که عصبانی بشه. چی میگی حسن؟ میخوام بدونم تو منو دوست داری یا نه. بگو. خیلی وقتی دوست دارم. اما چه فایده؟ پدرم هیچ وقت راضی نمیشه. اون منتظر ثروتمنده تو یه پاره کابی. حالا دیگه دنیا مال من. تو منو زنده کردی هما. رضایت پدر پای من خود من بشره. بالاخره وقتی که فهمید ما همدیگه رو دوست داریم راضی میشه. راستی هما تو حاضری به من کمک کنی؟ بله، من حاضرم. ثروت برای من ارزشی نداره. خیلی خوب خانم، تا تو برگردی من رضایت پدرت رو ازش میگیرم. خب خوما جو، من اینجوری بینم هیچ خوب نیست. من رفتم، خدا حافظ. برو، به سلامت هستم، به امید دیدار. خدا حافظ. آره همین کار روزی رو خدا میده. از ما خوردن و شکرگزاری. بله احسنت. اما بعضی ها میخورن و سجده میکنن. اونا بشر نیست. بله احسنت. بنده اگرم نون نداشته باشم بازم سجده میکنم. چرا؟ چون که خواست خدا. اونا حق پدر رو از ده نگرده. آقا دو نفر اومدن با شما کار داشتن. چجوری هم؟ والا بزرگه مثل شکر بازنشسته میمونه کچیکه هم مثل جیبورا. مثل جیبورا؟ کجا بردی چون؟ چیزی بلند نکنم؟ نه قربون، آوردم تو سوهیا. آقا شما خیال میکنیم من بچه؟ نه خیلی، ما خیال میکنیم شما خیلی گنده. گلو بگو بیا. بابا چه تعمی کن امروز؟ تمام صورت همو بریدی کرد. مهم نیست آقا، دارم فهم کاری میکنم. بسنم قربان سلام اسکندر بنده. سلام، چیکار داشتی؟ سلام آقای اسکندر خان، ماها اومدیم برای یک کار خصوصی. اگه ممکنه آقازادهتون رو بکشید. بله باش. آقا بزن مذیعت میکنم بیدیشتی خیره یا شره؟ چی کار داشتی؟ خیره قربان سمسم تو خیریه. پس از انجامن خیریه اومدی. برید بابا، اگه واسه زلزله زدگانه چه دادم، اگه واسه مخلولینه اونم دادم. این میدونه حمید خان دادن یا ندادن؟ چرا قربان مرمت فرمودیم؟ بله دادن. بله دادن. خیر قربان، ما از این انجمن نیامدیم. ما اومدیم که با اجازه سرکار یه گلی از باقی شما بیسیم ببریم بکرد بازد قدیمو. ولی قشایی میشه وکه نه. حمید خان تو رو خدا چیزی فهمیدی؟ خیر قربان، بنده لیسانس ادبیات نیستم، ولی چند خیال میکنم که از گلستان تعدی تراوش کردی. بای مکان این اقعا چشم میدی جبه دیگه اون سینه دشته بود. آتا برسیمی اینا پینه بودم منی.
بله قربان، آمدیم خدمتتون عرض کنیم. وقتی که درختی رو میخوان به هم پیوند کنن، از این شخص با این شخصه هیچ فایده ای نداره. پیوند خوبه، از درخت دیگه بشه قربان. فهمیدم شما مهندس کشاورزی هستیم. با خواستی کار میخواین؟ بای فروشیم خیر و زهر مارفت چی میخواین؟ نمیگی؟ من خودم میگم. ما اومدیم خواستگاری دختر شما. لطفی پوشنده خما رو من میدی یا نه؟ اسمم حسن تشمیتیه. تا چند روز پیش پارکابی اتوبوس بودم، حالا کارخونه درست کردم و ماسک میسازم. حسن تشکیتی لختی دخترهای بدم به تو، یعنی به اصطلاح خواستگاری اومدی؟ یا چی میگرد؟ یه دیوونه هست. خیال میخونی من دخترم از زیر دوچه پیدا کردم؟ خلید بینا بیرونشون خواهد جلد دبری گفتی تو همین بیا راز دلتو باسم بگو. آخه من مادرت هستم. چیزی نیست مادر، یه خورده حال ندارم. بیره مادر جون، بده بخواب، استراحت کن. همین هایی که ساختی تا یک هفته دیگه بسته مونه. نه مادر، من روزا خیلی به پول احتیاج دارم، هرچی بسازم کمه. پول برای چی مادر جون؟ نکل عاشق شدی؟ خوب فهمیدی، این دختره رو دوست دارم، اما پدرش پولدار به من نمیده. غلط میکنه نده؟ مگه اسلیجی؟ الحمدلله جوونی هستی، هنرمند و زرنگ، روزی ده بیست تومنم کاسبی. مادر چی داری میگی؟ ده بیست تومنم پوله؟ چی بگم به این پدرم که مرد یهشی پول برامون نذاشت؟ برو مادر جون، برو بخواب، بذار به کارمون برسی. خلاصه ننه جون، اگرم ندادن قصه نخور، اینجور خونواده ها درد سر دارن. میرم دختر مشتی ماشالله بقال واسط میگیرم که با یه لچک تا آخر عمر باها زندگی کنی. به این سادگی؟ باز زندگی کنم.
خیال میکنی دست خدا آدمه؟ من دارم ازش خون میسوزم. این چی میگه؟ خب ننه جون عصبانی نشو، برو مادر جون، برو بخواب بذار تنها باشم. چشم میرم، ناراحت نباش. تنهایی بهتره. جوان چرا ترسیدی؟ مگه کسی هم از مخلوق خودش میترسه؟ اسم چیه؟ من حسن هم. تو چی هستی؟ خوب شماختی بار جنبا غاچپار دوگر مرو پرگند خفار آشق نیره و دولار. آخی مگه تو نمارده بودی؟ چرا؟ همینطور که خبر داری تو دادگاه به شکل سر در اومدم و چند تا تو جهنم خوراکم استخوان بود. خلاصه اینجا سالی شش روز مراقبت میدم. من یک مطلب داشتم و گرفتم آمدم اینجا. ببین حاجی، انگار بعد از تقسیم پولات رفتی به بهشت. بابا دلت خوشه؟ مگه میشه آدم تو دنیا سر خلق و خدا کلا بگذره و بعدم وقتی میبینی مرگش نزدیک شده پولاش تقصیر کنه و خدا هم از سر تقصیرش بگذره؟ پس اینطور نبود؟ نه پسر جون، اون بهشتی که شنیدی با پولیش خرید بهشت آخرت نیست، بهشت های دنیاست. خب اینا رو قبول، چطور شد از جهنم برگشتی راست اومدی سراغ ما؟ از مادرم نزول طلبکاری؟ نه جونم، من دیگه از هیچ کس طلبکار نیستم، بلکه به همه مردمی که یه وقت ظلم کردم بدهکارم. حالا اومدم دینم را به اونها ادا کنم که از عذاب جهنم راحت شم. آره جونم، من روح هستم، روح. تو نمیشه دید حاجی آقا، شوخی رو بده کنار. ما اهل شوخی نیستیم، گوش کن بهت بگم. من وقتی که به یک چیز غرور میکنم ظاهر میشم، بیان بیرون چشم منو نمیبینه. چون اینجا شکل خودمو دیدن اول به سراغ تو اومدم و به شکل خودم غرور کردم. ببین الان میدم تو این عکس. کجا رفتی؟ حاجی آقا قیب سرد تو چطور شدی تو؟ چیز عجیبی الان اینجور کجا رفت؟ مادر کسی بود به ما نبودی؟ آخه الان اینجا واسه بود نجید از کسی نبود. با چی حرف میزدی؟ با من صحبت میکرد. سلام خانم، احوال شما چطوره؟ انشالله که سلط نداری. اوه پدره، حسن پدره داره حرف میزنه. خدایی دارم خواب میبینم. نه ترس مادر جون، پدرم نیست، خواد جباره. چی؟ خواد جبار؟ استغفر الله، اینشب مثل که توی خونه جن اومده، هر دومون دیوونه شدیم. جن چی مادر؟ برو بخواب بیده، دیره. پس تو چرا نمیری بخوابی؟ نیست میشم مادر جون، برو بگی بخواب قول من. اینجی کار دارم، تو برو. خدا، آخه چقدر میخوای کار کنی مادر جون؟ خب حسن، حالا حاضرست بریم. کار زیاد دارم، نمیتونم برسم، تو باید به من کمک کنی. آقا نصف شبی کجا بریم؟ برم کن حاجی آقا، بذار فردا. خدایا حجی، که
گفتم که به تو احتیاج دارم، باید در موقع لزوم از جلد تو استفاده کنم. چطور؟ بری تو جلد من؟ یعنی من حاجی جبار بشم؟ حرفی ندارم، اما شرط چیه؟ بگو. شرطش اینه که دست هما رو بذاری تو دست من. هما کی باشه؟ نام زدته؟ دختر نیست. شرط چیه؟ بگو. خب قول میدم تو آزود برسونمه. بیا بریم. بیا بریم مادر جون، من رفتم. فعلا خداحافظ. کجا؟ تو مریضی، واسه اینجورت خطر داره. نمیذارم بری، من نمیذارم. بیا بریم. حالا این زایتن واسه من اسباب زحمت شده، در رو گفت میکنه. نمیدونی که برای روح هیچ مانعی وجود نداره. دستت بده من. آها بارکلا. رفتیم رفتیم حاجی آقا، اما یادت باشه که قول بدی پسر. حاج جبار فرزند کفار، قولش قوله. رفتیم بریم. اینجا کجا؟ حاجی آقا این مجسمه چی؟ نشی آفتی؟ مجسمه خودمه. نه این عبادان برما کردن تا مردم کارهای خودم رو فراموش نکنن. حاجی آقا دروازه رو داره نامیشون. آره سال یه دفعه این دروازه با میشه. پشت این در اونایی هستن که به تو دل میکردم، ازشون میدور خوردم. راه راه واقعا که دور کشتی. خب بری تو گناهات جبران کن. من که جرات نمیکنم، من بگیدم که پسرم میکنم. دلم کن. پس چگیری ما قصی جبران کنیم؟ یواش یواش میخوام از تو سنون کنم. نوبت هم باشی نوبت تو. نوبت من؟ اختیار دیگه این حاجی که آقا این حرفا چیه؟ خیلی خوب. پس من که تو رو ندیدم یه دری. آه فردان دهنه. از قدیم علما گفتن عقب نشینی و عقلانه برکم نیرم آقانم. بیا بریم. جاستاکی حاجی آقا عجب حیولایی ساختن ها. آو فایده چیه؟ امروز بخوام بفروشم چی میخواه؟ یه پاپاسی به این نمیدن. بیا بیا بریم اول عقب اون دختره، بعد واسه خودم یه فکر می کنم. من بمیرم شوخی نمی کنی؟ من دنارو می بینم شوخی چیه پسر؟ از جبار پرزم به قفار قوله قوله. تا دو روز دیگه دستش می زارم تو دسته. با چیز می خواهی؟ نه حاجی دیگه سیچ چی نمیخوا. فقط بگر دست تو ببین. بگیر ببین. این چی بیرین؟ این بیا بیرین هوا داری روشن میشه. چه روشنه حاجی آقا؟ اینجا کجا؟ این چه ساختی میمیه ها؟ اینجا نوزواد دیگه چه؟ راستی؟ آره اینجا میشه؟ اینجا؟ مگه نگفت به دختره رفتاری؟ خب ما هم میریم تا پیداش کنیم. من هر پرسیده واسه پیداش میکنم. فکرش نکن. میگرم یه سوالی میشه یه دقیقه هما از نظرم دور نمیشه. همیشه جلو چشم هم میشه. تخصیل خودت میشه. خب
نا فکرش نکن این طوری خلاص من این کلافه کرده خیلی تو فکر بشم. الو از متعاقید حواظ مرد اقاضا می شود برای انجام تشریفات گمرکی به کابل گمرک تشریف بیاورم. ده دقیقه دیگر حواظ مرد پاری پریشت یا این رو بی چه بی کمان خطر می ده آره داری خطر بیا ها، بیر کن بیر کنم بود خونه بیر چه آزا خونه بیره بیر 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 نابسته کنه چه ها بخور چه دیگه تو سرای دیرت نمیاد آزا خوبی جبار نوزل خور دست میزنم خاک جبار من نوزل خور من تو من دو از حاجی حاجی جای خوبیه حاجی اینجا را نگاه کن آره ببین به جای شیر چیه حاجی ما رو با این لباسه را میدن به این تو غلط میکنه راه و ندن لباسمون مگه چیشه من دست ها نیست این لباس ها بوتنم کردم اصلا تعریف کن چی میگه؟ تنار چه میگه؟ آره لابد میگه چی میخوری؟ خود برام کم نفاتی پرواز بیا حاجی جی اینجا تاریخه خیلی نیستش که بگیم مثلا اون کلا پاچه بیارم پس بگیم برو بیاره من سینه و رونش دوست دارم کسی جوانی بقیه شده خود بگو بیاره آره بسیار پسر چه موجود
چه مرغ چاقیه. آجی من که خیلی گشنم بود. گشنه بخور برادر، چرا باز شدی؟ اینطور شدم حسن سرم داره گیت میگه. چرا؟ این یارو رو ببین چه شکلیه، با چه اتابهی داره شام میخوره. لابد آقای خیلی پول داره حاجی. چی؟ پولدار باشه؟ مگه ما پولدار نبودیم؟ چرا؟ این همه اتاده؟ حسن بزن تو سرم نامری بشم جون بکم به بزن به. چی کار میخوای بکنی؟ حالا ببین کار به کجا رسیده. چرا این بچه یه بچه داره منو نصیحت میکنه؟ این تو نباید تکبر داشته باشه و خودشو گم بکنه، فهمیدی؟ آره. حالا یارو تا اون داره این شب رو فراموش میکنه. آجی نگاه کن مثل اینکه رفت میخواد جور بشه. Thank you.
خواهش میکنم بزنم از کم بدن
بکنم بگیرم برید اینجا معدن خوشگله
مردم کمک کنی، هنوز هیچی نشده از میدون در میری. نه، این حرفا دیگه درد منو دوا نمی کنه. برو دور شو، بذار خودمو خلاص بکنم. خدایی، خودت بیدونی که من بیگناه جواهر؟ اینا رو چی اینجا گذاشته بود؟ آره، مرباری؟ مادر، بیا که خوشوقت شدیم. اینا دیگه با اینا میتونیم بعد از این راحت زندگی کنیم. بیا گنج رو پیدا کردم. بیه، آقا جون، دیشب 70 تومن بهت دادم؟ چه دادم؟ اینم 100 تومن، جمعن میشه 170 تومن، درسته؟ اجازه میفرمایید؟ حسن توی؟ سلام آقای میرزی. بیا تو، بیا جونم، اینم پول بارنامه است، بگی ببینم. برو به سلامت، برو. یالا حسن جون، احوالت چطوره؟ الحمدلله. بعدش آقای میرزی، من اومدم از شما خواهش کنم اگه ممکنه واقعی دیر نداره جونم، برو یه کار دیگه ای پیدا کن. بیلش که هستم جون، آدم نیست. ببین من خودم یه کاری برای پیدا میکنم. خیلو آقای میرزایی، بنده میخواستم عرض کنم اگه مانعی نیست، مانع که زیاده، تو جونم بهتره بری هنرپیشه بشی. پارکابی کار تو نیست، این کار ذوق میخواد. عرض میکنم اگه ممکنه اون ماشین سواره دونه من بفروشی. چطور؟ بچه ها همه میدونن من از اون اولش به ماشین شما خیلی علاقه داشتم. شما 20,000 تومن خریدیم؟ بفرمایی، این هم 25,000 تومن. آل؟
ماشین من رو. جمشید خان این چی میگه؟ پسر نکنه تو میلیونر شدی؟ حسن خان تو اون نون و نمک خستم 2000 تومن خرج این کردم تا شده یه ماشین نو. دل جعفه میگی من تو رو خوب میدهدم که عروم زدی هستی 1000 تومن هم خرج نکردی. آره اختیار دارید آقای حسن خان تو دوزی رو ملاحظه بفرمایید ببین چی کار کرده. آره آدم حض میکنه. آره او تمیز شده. او یا الله داشت اصلا کسم ما روشن تو کجا اینجا کجا دوباره قبول نکرد. خب الحمدلله. سلیمان خان خدمتشون عرض کردم 2000 تومن خرج این کردم باور نمی کنم. چی؟ جناب آقای حسن خان نفهمیده جناب آقای حسن خان کیه؟ چیه؟ من میگه آره سلیمان خان دنیا چرخ و فلکه پارکابی دیروزی امروز شده جناب آقا. چرا؟ چون پولدار شده میلیونر شده. اگه بخواد میتونه این گاراژ شما رو با تمام ماشیناش بخره. چه بله قربان تشنمه تشنشونه آب بیارید آب خوردن آقای حسن خان تشنشونه قربون الله خدا بیارم چاکل توسته. دیدی؟ این همون مدیرمونه که برای تصمیم خوندم منو بیرونم کرد. پس این تو شدی ملیمه آقای مدیرم رفت برات آب بیاری. خوش باله کاش من جنگ تو بودم. ایدا نه تو نخون جون تو هیچ خوشحال نیستم. از تو چه فایده؟ اشتباه میکنی پول جلبت چیز خوبیه با پول چی بخوایی میتونی بخری. همینه که من راضی نیستم. من نمیخوام دختری که دلباخته اونم با من فقط برای پول ازدواج بکنه. دختر؟ آی چینکه حسن خان بفرمین بفرمین دست درد نکنه. شما چرا زحمت کاریش میکنه نوشی جوره خوبه خوبه که گرچه نبو نبو نه بفرمین کجا برای تو بیاره قربون دست بیاره. نه قربون دست. خب حسن جون حالا که اینطور شد برای دفعه آخر یه آواز حسابی برامون بخون. آره بابا بخون. باش برای رفقام هر چی از دستم بیاد حاضرم. قربونه تو پسر. آقای مدیر اجازه میفرمایید؟ بله بله آقا بله اختیار دارید حسن خان اجازه من دست شما چرا خجالت هم میدی؟ تصویر خیلی خوب چیزیه روح انسان و شاد و شاداب میکنه. تمنا میکنم بخون. Thank you.
چی نمی کنم مگه مجبوری حالا عروسی کنی وانگهی بگو نامزده گردن کلفتت بره واسه پول بیاره برو چایی بیا آقا بعد از 5 سال کلفتی جواب من این بود خیلی خوب باشه مگه مف کار کردی تو الان 50 تومنم به من بده کاری برو چایی بیا سلام امو جان سلام همه جان چطوری؟ خندی؟ خیلی چازی؟ میخوامید براتون برخصم؟ نه نمیدیدی خوشحال نشدی نمیدونی بسه چی چی آوردم میخواست؟ نه جانم باز کنه باز کنه؟ بله؟ وای وای بردم خدا ترسیدم بیمستیم اینا چی هست؟ آشنا آره ما همه جور دوست آشنا داشتیم غیر از حاجی فیروز من برم لباسمو بپوشم میام من فولاد زاده اینجا فرمایش زیر سقفه فرمایش جون الان میان ببخشید چرا رفتی؟ از چی اینا از چرپیش گوشته؟ لوله اجزا شده میلیت مولوشتی بفرمایید قربان قدمتون روی تخم چشم من
بیشور زنی پس انام اینا می فرماین زن داری؟ داشتیم ما زن اما فوت کرد. آه چیه؟ هزار تومن بدهی برای ساختمان زنی کوکو. هست می خانی زی؟ بگیر بپس هر شب براش کوکوهی. آری جناب می فرماین با این پول یه زن توپل مپل پیدا کن و عروسی کن. بنده زن بگیرم چهت قرب و زن رو می شتونم. بفرمایید چون بنده الان همین امرو به آقا بکنه می دم. بالاخره من شما بفرمایید. قربان قدمتون لنگ کفشتون کسر من بگیری بفرمایید. این صاحب مردم که بسته نمیشه. آقا مهمون اومده. کیا هستن؟ نفهمیدی چی کار دارن؟ این پولا چیه؟ اینو عالی جناب داد هزار تومنه که برم زن بشتونم من. هزار تومن؟ هزار تومن به دنام داده؟ بده من بده نگهت دارم برای خرج دفن و کفنه. ده اختیار دید آقا مگه من مردنیم. آجینا با جینو اتامیناستی چطور دیر بختی اما به تو نماستی او یا خرا بخرمی السلام اتابانو شرابات نگیشو نامزد پتیهو؟ بله آقا نامزد دارم. چیه دو هزار تومن سر با بیلی یاتقان چوب خوه. عالی جناب این 2000 تومن رو مرحمت فرمودن که با نامدارت عروسی کنی و خوشبخت بشی. بله بله 2000 تومن که عروسی کنم؟ بله دیگه خدا عملتون بده. بذار دستتو ماش کن. خودت دیرم یواش دختر چه خبرته؟ ببینم این پولا چیه؟ از کجا برداشتی اینا رو؟ بلم کنی آلی جناب بود گفت برو عروسی کن. ارباب اینطوری میشه. 5 سال من پدر شما کار میکنم 100 تومن خواستم بهم ندادی. برو کنار غرغر نکن. تعظیم از کردم قربان. حال جناب علی که خوبه؟ معلوم بفرمایید بشینید خواهش میکنم. آقایی بفرمایید بشینید. تقاضا میکنم بشینید بنده رو خجالت ندید. خادمین عالی جناب وظیفه مندن که بیستن. خب عالی جناب چه حالشون خوبه؟ لازم میدانم قبلا عالی جناب حسن الملقب و مشهور به تصنیفی فرزند شیخ و شیوخ و عالی القلوخ مدبر پاشا که در یک ملاقات دل به عشق دختر شما باخته و سر از پا نشناخته با مرکب موتورین تاخته و خود به زیور و زر ساخته سرش را پایین انداخته به خواستگاری صدیه پرداخته و تصمیم دارن با دوشیزه نجیبه و صد فرماین مخبی پاپاخی دوشیزه و یه و علف شما هما خانوما خیال دار من زن شدی. من زن شدی؟ آها بس میدم زدی بچه تو سرده رسیدی شو خیش کرد. میفرمایند افضل عالی جواب گویید و نظر خود را ارائه بفرمایید. خلاصه این عالی جناب دختر منو میخواد. بله بله قربان. عالی جناب طبیعه قابل شما رو نداره. هما کنیز شما ملا سیری هما اما عجب تصادفی.
ما هم تو تهرون یه حسن تصریفی داشتیم که ببخشید ها تارکابیه. لازمه تی حضورتا مردک هما کنی کجا باید کرن؟ هما گل دسته شود باید بر سینه من. می فرماین هما کنیز ما نیست، تاج سر ما. زمنان عالی جناب در مقابل سبیه نجیبه حبیبه طبیبه شما مبلغی بالغ بر 100,000 تومان و نقد رایج ایران مهریه در نظر گرفته و ملک از املاک خود را با 4 عدد طلا در شهرستان عراق شسته و رفته و پاک بستر از کادرهای آلفرد هیچکاک در زهر قباله دوشیزه تثبیت مثبت خواهند نمود. آیا اجازه عقد می فرمایی؟ اجازم حرف خدمتشون عرض کنید که من از اولش هم حرفی نداشتم. خبلش چچاخی خانم ما حاضر تا حالتا تو بیاد می فرماین خود دوشیزه باکرم بایستی در این مجلس حاضر بشدم و رضایت بدهم. بهش بگو رضایت من شرطه. این کارا به هما مربوط دید. دختر وظیفه‌ش که از پدر اطاعت کنه. بابا من قصه شدم میخوام برم دیگه. بزرگت بگو شفیر این چند جان چرا میزنی من بازی نمیکنه همه. آلی جناب عصبانی شدن. میفرمایند دختر حتما باید رضایت بده. بابا تو چه زبون آدمیزاد سرت میشه؟ آخه میترسم دختر راضی نشه معامله به هم بخوره. عجب. بیا این انعوم تو فهمیدی؟ رشوه؟ کارو تمام کن. رشوه آنهایی که رشوه خوارند همیشه خوارند، به خصوص که خادمی از خدام و نوکری از نواسر عالی جناب باشند. اختیار داری. منظور من رشوه نبود. بسیار خوب میگم بیاد. بلش کن انگار من تو بلش خوب که 4 تا زن دارم بیشتر پوزیده. بفرمایید قربان. گیشو زن آنامانیانی. بله قربان عوضی که 4-5 تا. تو می از قول من گفتم به این کس که تو بل مطلی برو. عالی جناب می فرماین من با آدم احمق کاری ندارم. بیازون دختر مواظب خودت باش، کاری نکنی عالی جناب پشیمون بشه. لقب به بخت خودت نزن. همچین شوهری رو تو خوابم نمیدونی. برو کاری بکن که خودتو تو قلبش جا کنی. آخه بابا تو که میدونی من نامزد دارم. خفه شو دختر نفهم. مگه منوچه رو میشه با این یارو مقایسه کرد؟ از حبشه تا زنگبار، از مراکش نمیدونم از دروازه چین تا زهر مار، همش مال اینه. برو معطل نکن. نه پدر، آخه ثروت تو نمیتونه آدم رو خوشبخت کنه. چطور راضی میشه دخترت با یه سیاهی بد ترکیب ازدواج کنه؟ میره عجب دختر نفهمی افتادم. دختر پول داره، پول، فهمیدی؟ همین پول چشمای شما رو کور کرده. کافیه. یالا برو جلو ببینم. حرف زیادی زدی دیگه خودت میدونی. یالا تو هنوز خوب و بد خودتو نمیفهمی. ای
این هم هما کنیز شما، آشنا بشید با هم. خیلی خوشحال نشید. عالی جناب می فرماین از ملاقات با شما بی اندازه مشعوفم. میخوام هفته چون مشعوف نباشه. هما یواشتر صدا تو در نیار، رضایت بده تا عقد بشیم، بعد همه چیزو بهت میگم. خب دخترم، عالی جناب اومده خواستگاری تو، من تو رضایت دادم، اما میخوام تو هم رضایت بدی. بگو بابا جون، بگو چه راضی هستی. من حرفی ندارم آقا جون، شما که راضی هستی من دیگه چی بگم، فقط به خود سیاست اونم بلکه یه جوری بشه. آی باری کله دختر، حالا فهمیدم که دختر فهمیده ای هستی. رنگشم هیچ عیبی نداره، یه آفتاب میخوره میپره. خب عالی جناب ما حاضریم. به منت و مبارکی انشاءالله به پای هم پیش آن انشاءالله. جنگلی ونگلی منگلی. بله بله انشاءالله. عروسی چه انجام میشه؟ رسم ما اینه که عروسی به دلخواه داماده، شما نمیتونید دخالت کنید. چه باید شو. خب آقا فرمودید این هما خانم عیال منه. بله بله عیال شما ایشان. بله این که فارسی بلد نبود چطور شد زبونش وا شد؟ معجزه است.